من خدایی دارم که در این نزدیکی است. خوب، مهربان، قشنگ. گاه گاهی سخنی میگوید با دل کوچکم. او مرا میبیند. او مرا میشناسد. او مرا درک میکند. او همه درد مرا میداند. به نام یاد خدای بخشنده و مهربان، عزیزان همیشه همراه، سلام. آرزو میکنم که دلها و قلبهایتان پر از آرامش باشه و در کنار اعضای خانواده محترمتان پر از صفا و صمیمیت و مهربانی و خوشبختی و همه چیز باشین چی حال احوال دارین خوب هستین خوش هستین با برنامه روشنا همراه شما عزیزان هستیم امید داریم که شما عزیزان هم امروز همراه با برنامه روشنا همگام و همراه باشین بله امروز پنجشنبه هست و ما در رابطه با موضوع صبر با شما صحبت داشتیم زندگی صبورانه شما در زندگیتان چقدر صبر دارین چقدر صبر براتون در زندگی اهمیت داره آیا تا به حال شده که صبور نباشین، بردباری نداشته باشین، مقاومت نداشته باشین او وقت که نداشتین چی گپه شده؟ چقدر سختی ها و مشکلاتتان زیادتر شده؟ خب ما امروز در برنامه روشنا میخواهیم که باز هم در این مورد همراه شما عزیزان صحبت و گفتگو کنیم پس بعد از یک وقفه از کارشناس محترم برنامه دعوت میکنیم که به استودیو تشریف بیارن تا اینکه صحبت های بسیار خوب و مفید را تقدیم شما عزیزان و هموطن بسیار خوبم بکنم توصیه های تلایی سلام به توصیه های تلایی ما توجه کنین با این توصیه ها و رمزهای خوب زندگی می توانید شاهد رشد و پیشرفت خود و خانواده خود باشید. موضوع ما صبر. صبر جوهر ارزشمندی است که مثل وجودی انسان را به طلا تبدیل می کنم و مرتبه معنوی او را بالا و بالاتر می برد تا جایی که خداوند به داشتن چنین بنده ای افتخار میکنم پس بیاییم صبور باشیم اما چگونه رمز اول ایمان به خدا داشته باشیم انسان مؤمنی که در مواجهه با رویدادها به خداوند تکیه دارد از لحاظ روانی خود را قدرتمند میبینه و در سختی ها خود تنها و بیکس نمیدانم و معتقد است که خداوند انسان را رها نکرده و در همه حال یاریش میکنه پس هیچگاه دچار یعص و استراب نمیشه و صبور میمانه رمز دوم واقع گرا باشیم یکی از راه های مقابله و افزایش توان بردباری و صبر شناخت واقعیت های زندگی در دنیاست که باید بپذیریم که دنیا محل مشکلات است و پذیرش این موضوع انتظارات ما را کنترل می چرا که اگر دنیا را محل برای رسیدن به خواسته های خود ما بدانیم در صورت نرسیدن به آن بیستبر صبر و دچار خشم و ناامیدی پس دنیا محل مشکلات است نه آرامش قطعی پس بیایم صبور باشیم خب بسیار خوش آمدید میگم و شما هم وطنهای بسیار خوبم و هر کسی که بیننده برنامه روشناس بله به برنامه خودتان خوش آمدید ما هم در استودیو کارشناس محترمه دعوت کردیم یک خوش آمدید میگیم به و بسیار خوشحال خوش هستیم که امروز با شما و صحبت ها و موضوعات بسیار خوبتان اینجا در استودیو هستیم اما از دان بیننده همه قسم که در مقدمه صحبت های خود گفتم که ما در زندگی باید زندگی صبورانه داشته باشیم و اینکه چی باید بکنیم که در شرایط سخت صبور باشیم این سوال است که هم شما عزیزان و هم من از خانم حسنزاده عزیز داریم پس مشنویم یک جایی و ببینیم که چه صحبتی در این مورد برای ما دارن بله ما در شرایط سختی که داریم چه قسم باید صبور باشیم با یک قدر سختی ها و مشکلات با یک قدر جنجال های زندگی که ما داریم آره چه قسم باید صبور باشیم خانم حسن زاده چی باید بکنیم در شرایط های سخت رهیم بنده سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان محترم ان که در هر کجا بین... بیننده ای این برنامه هستن شاد و سلامت باشن زنده باشید بیننده محترم ما حتما معرف بر حال شما هستن چون ما بر حال در پنجشنبه های مختلف شما رو دعوت کردیم خانم حسن زاده کارشناس امروز پنجشنبه ما ممنون همونطور که شما فرمودید موضوع برنامه ما زندگی صبورانه که ما در جلسات قبل یک تعریفی از صبر کردیم و ما رو دوباره تکرار میکنیم چون یک بحث تعریف مهمی هست که اصلا کلا صبر چی صبر یعنی مقاومت کردن در برابر سختی ها است یعنی جوری باشه که ما وقتی که سختی و مشکل سراغ ما آمد تا با توان ما دست ندیم بلکه در برابر اون مشکل مقاومت کنیم و مهارت گفتیم که برای ایجاد سطر در زندگی خود چه کارهایی رو انجام دیم و خصوصیاتی که افراد صبور دارن در زندگی ام. گفتیم این نکته خیلی مهمه و در جلسه قبل هم گفتیم که صبر در تربیت فرزند چه نقشی داره و وقتی که مادر و پدر که میخوان فرزند موفق و با تلاش پرورش بدن اول باید خودشان صبور باشن و بعدش این صبر رو به فرزندانشان انتقال بدن اما همونطور که شما فرمودین در این جلسه ما میخوایم این رو بیان کنیم که در ج... به صورت کلی بله بله به صورت کلی میخوایم این رو بیان کنیم ام. که در شرایط سخت ما باید چه کارهایی را انجام بدیم بله. چون مشکلات الان زیاد هست مم. و به شرایط سخت سراغ انسان من نوعی با این مشکلات چجوری برخورد کنم بله بله. همه دوستان و بینندگان عزیز این داستان رو حضرت ایوب را شنیدن مم. شاید وقتی که به داستان حضرت ایوب با او آزمایشی که سراغ حضرت عیوب آمد و او امتحان سخت که سراغ حضرت عیوب آمد که به نهایت تلاش خودشان را کردن و سب رو انجام دادن و به اصطلاح ما الان ما از در زندگی روزمره خواهد صبر صحبت بزنیم و بله. بل گپ و کنیم میگیم صبر حضرت ایوب بله خوب خوب دا ما یک ذره فکر کنیم مشکلات ما کجا و مشکلات حضرت عیوب کجا آجا. حالا زندگی نامه حضرت عیوب دوستان اگر مطالعه کنن میفهمن که ایران چقدر زندگی خود زرچ کشیدن بس. چه چقدر سختی ها مشکلات و این مسائل ها در زندگیشان بوده که فکر نکنم ما دیگه تاوحد باشه تاو حد باشیم. تا و توان داشته باشیم آه. و استقامت و رنج هایی که در برابر این مشکلات کشیدن و استقامتی که حضرت عیوب انجام دادن خب حالا ما بگیم که ایشان پیامبر خدا بودن و ما اونقدر صبر حتی موقت مشکلات سراغ ما انسان ها نمیاد که ما در اون شرایط صبر کنیم ولی اگه خواسته باشیم دقت کنیم همه اتفاقات ممکنه زندگی انسان بیایه چون زندگی انسان پایین بالا داره همه ما داریم. یکی روزی به سرف و وراد بله ما هست و یک روزی مشکلات نمیذاره اونطوری که بله ما زندگی بله کنیم بله و با نداشته های رو, به رو باشیم خصوصا الان در شرایط امنیتی که کشور عزیز ما افغانستان داره یا از لحاظ اقتصادی چهار مشکل هستن خب پس این نیاز به یک صبری داره بله که ما از این بزرگان الگو بگیریم و یک صبری رو داشته باشیم خب حالا میپرسن که ما در شرایط سخت چه کار باید بکنیم بله. چون یک نکاتی رو داره که امه. برای شرایط سخت انسان باید مد نظر بگیره بعضی هستن وقتی مشکلات سراغ اونها میایه فشار مشکلات به سراغ اینا میایه میگن دیگه ما به آخر نقطه رسیدیم شاید دیده باشیم دقیقا. بین اطراف یا یک مثل هست که میگن کاسه صبر ما دیگه احسان لبریز شده. دیگر شده یا حتی داریم خفه میشیم از این دست که داره فشار میاره و داریم میگیم که از بس که داره مشکلات بر روی ما فشار بیاره همین نقطه های منفی که انسان در ذهن خود میاره و حتی به زبان خود میاره مم. نه تنها باعث ناشکری میشه بلکه در روح و روان ما اثر میگذاره و باعث میشه که در مقابل این مشکلات ما نتونیم استادگی کنیم و حتی مشکلات رو برای ما کوهی از مشکل میکنه وقتی که انسان تا گفتیم در جلسات قبل به مشکلات توجه نکنی رو از اونا تمرکز نکنی باعث میشه که براحتی اونها رو حل بله، از کنارنا بله. کنار اینا بگذاری ام. ولی نه اگه مشکلات رو بزرگ جلوه بده مثلا حتی در خانواده ممکنه یک گپ و گفتگوی ما مساله رو میزنه بین والدین و فرزندان یا بین مرد و زن در خانواده ایجاد بشه و این والدین دیگه فکر کنن که این نقطه میدان جنگه احساس کردین که وقتی بله. میدان جنگ هست آه. هر کی از هر طرف حمله ور میشه بله. خب این حمله ور شدن یعنی اینکه نقطه سب از بین رفته دیگه بله. ای انسان فشار و تحمل دیگه پین آمده نمیتونه در برابر این سختی بیسته. اما واقعیت زندگی یک چیز دیگه ای. اینو باید حتما ما توجه کنیم که صبر و تحمل در زندگی لازمه ای انسانه بله یعنی هم... یعنی باید با او انسان تجربه کنه که تا به لذت زندگی برسه ام. اگه همه چیز در اختیار ما باشه همه چیز در انسان در کمال و آرامش و آسایش زندگی کنه خب دیگه وقتی مفهوم صبر رو نفهمه حتی زندگی برای اون مفهوم میشه بله دیگه درجه ایمان هر کس معلوم نیست که چقدر هست اصلا دیگه امتحان دیگه نیه بله بله. خب همه پس انسان باید اولین کاری که میکنه وقتی با این مشکلات مواجه میشه باید اینکه در مقابل مشکلات صبر داشته باشه مم. تجبیر هم داشته باشه تدبیر مدیریت, مدیریت کنه, کنه. رو. ما گفتیم آه. دیگه که مثل میدان جنگ نباشه هر بله. از هر طرف حمله ور بشه خب اول مدل مدلش اینه بود که ما باید مدیریت کنیم حالا میگم ممکنه به چی شکل مدیریت کنیم یعنی انقدر این فشار آورده مشکل برمه که اصلا مدیریت هم خارج شده از دستم خارج شده بله. میگیم هیچ مشکلی نیست که انسان روی از او نفوذ ندیشته باشه یا تسلط, تسلط نداشته باشه, نداشته باشه. نتانه برطرف کنه یعنی قابل برطرف کردن هست مشکلات ام. جوره نیست که بگیم همین مشکل و دیگه آخر خط نه ام. مشکلات قابل برداشتن هست حتی مقاومت کردن ما باعث میشه که اونها برداشته بشه از مشکلات از زندگی ولی انسان های امروزی کلا ما افراد جوری شدیم که همه چیز عجول شدیم بله. همه چیز رو ما زود تمام بشیم سریعا اگه یک کاری رو ما شروع کنیم ما سری کار تمام بشت. با همین رشد و صنعت تکنولوژی و پیشرفت و فضای مجازی و اینترنت و ای گپا کلا گیر یک ساخته دیگه داده. میخوان که هر چیز سریعتر به نتیجه برسن دیگه صبر برشان کم رنگ خب ما میگیم که بعضی از مشکلات نیاز به گذر زمان داره بله. یعنی جوری نیست که من یک شبه بتانم این مشکل رو طی کنم یا بله رسیدن به موفقیت ما نیاز به زمان داریم نمیتونیم یک, یک, شبه موفق شویم الان برای نکته که شما فهمیدید مثال میزنیم یک فردی که وارد دانشگاه شده بله میخواد یک درس بخونه حال طبابت باشه یا معلم معلمی باشه یا که مهندسی باشه فرقی نمیکنه این فرد میخواد این درس رو بخونه خب باید تلاش کنه باید کوشش کنه باید یک دوره 3 4 ساله رو رو کنه تا به او مدارج عالی برسه این نمیشه یک شبه همه مدرک رو به دست بله،, بدن. بله بگن تو از الان دکتر هستی خب اینها نیاز به گذر زمان داره اصلا بعضی از مشکلاتی که ما داریم به زمان وابگذاریم خودی باعث میشه حل بشه بله مثلا خانمی هسته که به دلایل زند... تربیت اولاد خود چهار مشکل شده ام. خب آگاهی های لازم رو به دست آورده ولی میگه ای آگاهی های دارم عملی هم میکنم ولی باز هم جواب نمیده خب ما برای از این میگیم تو ب... همه روال هست ادامه بده بس به زمان برای یک مرور یک دوره خود این عادت میکنن به این موارد و او عادت شد دیگه تربیت اولاد شما خیلی راحت میشه و او اولاد بهتر حرف شما رو گوش میکنم خب ولی ما انسان ها بعض وقتا زود عصبه نیمشیم به قول شما همین سرعت،, سرعت و اینها باعث شده که در زندگی حتی در نان خوردن انسان ها انسان ها سری فکر میکنن نان بخورن غذا آماده بخورن کار سری پیش ببرن ولی همین زود عصبانیت شدن ها زود قضاوت کردن ها که امروز خیلی خانواده ها رو داره از همه پاشونه زود تصمیم گرفتن ها اینها خودی رو باعث میشه که انسان رو به لب پرتگاه برسانه یعنی انسان دقت کنه وقتی به جایی برسه که به لب پرتگاه باشه میگه که من آخر خرج رسیدم یا باید خود خوب پرت کنم یا دیگه بستم همین زرج زرش بکشم ولی ما مشکلات رو به اون نقطه نمی کنیم اون نقطه برسه نقطه شکسته ما میگیم انسان باید وقتی با مشکلی روبرو شد به عنوان یک جاده در نظر بگیره جاده که انتهای موفقیت بله وقتی که ما تصور کنیم که مثلا انسان پیش خود خود تصور کنه مشکلی بواجه شده به اون لب پرتگار رسیده میتان از اون مشکل رو کنه یا یک جاده رو میخواید طی کنه و به موفقیت برسه بله. مطمئنا گزینه دوم میتونه انسان رو به موفقیت برسه چون هدفی داره میگه ما به اون نقطه برسون نقطه پیروزی ما بله. خب اینها همه چیزایی بود که ما بیان کردیم وقتی که سختی ها سراغ انسان آمد انسان به همچین مواردی رو باید در تصور کنیم که ده. هر نقطه نقطه آخر نیست این مدیریت میشه یعنی که این جاده ای را که مثلا میبینه خب به خود میاندیشه میگه خب این دایی مسیر راهی که من میرم امکان داره که چقدر موانی باشه درست مثلا چقدر قدر بر حال شاید فقط نیست که سختی باشه شاید خوشیان باشه در بین او حالا ما همیشه از سختی سختی گفتیم بیننده ما بگن اینا که کشتن ما غیر از سختی و نارامی نه امکان داره که در این مسیر خوشی های زندگی هم باشه امکان داره که نارامی های زندگی هم باشه برای کل از اونا ما میتونیم تدبیر کنیم و انشالله برای که بتونیم به اون هدف آخر و نتیجه آخر که همون موفقیت و کمال زندگی ما هم است برسیم میان برنامه آماده نشر هست که تقدیم شما عزیزان میکنیم و امید داریم که همچنان همراه برنامه خودتان همگام و همراه باشین درد پنهان به تو گویم که خداوند کریمی یا نگویم که تو خود واقف اسرار زمیری دست در دامن عفت زنم دست در دامن عفت زنم و باک ندارم که کریمی و حکیمی و علیمی و قدیری خالق خلق و نگارنده ایوان رفیعی خالق صبح و برارنده خورشید منیری نور از را در وجودمان متجلی کن که سخت محتاج آنیم خدایا برکت نگاهت را در نگاه هم بریز تا هر کجا که می نگرم نیکی باشد و مهر برای داشتن تو ریسمان نبستم دل بستم همین که حال دلم خوب است برایم کافی است پروردگارا هنوز هم می شود را صدا زد حتی اگر دلم همان عاشق دیرینه نباشد هنوز هم می شود بر سجاده عشق ذکر سرداد و زلالیت را مهمان ناخالصی ها کرد و لعف را در این حجوم ثانیه ها تکرار کرد هنوز هم می شود سر بر سجده گذاشت و, و نوای الهی و ربی من لی غیرک سر داد هنوز هم تا همان خدایی خدایی که لحظه از حالم بر او پنهان نیست یا رب العالمین قبل از اینکه بریم و گفتگو رو شروع کنیم میخوایم یک تشکری کنم از شما عزیزانی که با برنامه خودتان همیشه همراه بودین و تماس گرفتین یا پیام ماندین یا به هر حال پیام صوتی ارسال کردین بسیار زیاد تشکر میکنم بازم منتظر شما عزیزان هستم که به هر حال با ما اگر سوال، پیشنهاد، انتقاد و به حال اگر سوال دارین حتما با ما در جنان قرار بتین که کارشناسان محترم پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشه و به شما مشاوره بدن پس نمبر واتساپی را برای شما عزیزان بیان میکنم حتما با ما در ارتباط باشین مثبت 964 780 255 40 13 منتظر صحبت های شما عزیزان هستیم اما بپردازیم به ادامه صحبت های خانم حسنزاده عزیز بفرمایید خانم بله ما داشتیم در مورد شرایط سخت میگفتیم چجور انسان خود رو برای شرایط سخت آماده کنه و صبوری به خرج بده خب ما یک حدیثی رو داریم از امام علی علیه السلام در نهج البلاغه حکمت 207 میفرمایند اگر بردبار نیستی خود رو بردبار جلوه بده زیرا کمتر کسی است که خود را شبیه گروهی بکنه و به زودی مثل آن گروه نشود این داره ارزش همه سازی رو میگه چه ما جالب. همیشه میگم که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت بود بله بله. این رو خیلی شنیدن و استفاده میکنن ولی متاسفانه ای به جایی به کار میره که الان بین جامعه ما جایی به کار میره که میخوای از لحاظ امکانات شبیه رو بشه از لحاظ پوشش شبیه رو بشه بله بیشتر بله. در این مواقع به کار ام. میره ولی ما با توجه به این روایتی که امام علی علیه السلام فرمودن ما میخوایم این رو منحصر به دنیا پرستی نکنیم بلکه بگیم اهل صبر و تحمل باش نمیتونیم مثل حضرت ایوب باشی چون خیلی درجه و س... دقیقاً ت... مشکلات دقیقا بله تعمل کردن ایشون هم جو که شما فرمودی بالا هست ولی بله. بله خودتون میتونی شبیه کنی حالا شبیه کردن حتی من یک مشکلی مواجه شده برام مم. به وجود آمده برای من خب من حتی بتانم یک روز یک شب این مشکل رو برای برای خود خب تحمل کنم بله. و این خود باعث میشه که همون شب رو از اون قصه دور باشم مم. و این یک نوع صبره یعنی آماده کردن برای سختی های. یعنی بدانم که این مشکل حال به زودی برطرف میشه امه. خب همیشه باقی نمیمانه یعنی ناخوشی ها رو با خوشی ها پیوند بزنیم حتی ناخوشی ها رو آره... با خوشی پیوند بزنیم چه قسم یعنی خانم ازم زاده که ما ناخوشی که به وجود میای زمانی باشه که خود خود دلخوش به خوشی ها کنیم آه، یعنی که تلقین کنیم به ای که این روزای سخت مگذره و روزهای خوب و خوشم در راه خواهد, در راه بود. خواهد آه. بود احسن. خب حالا میگم ما سوال میکنن که ما کجاها سب کنیم بلد. شاید خیلی سوال باشه ما حدیث معروفی هست از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم که میفرماین از صبر و سلاسه صبر و این مصیبه و صبر و علا و صبر و انل یعنی جاهایی که انسان مهمه براش که صبر کنه صبر بر مصیبته بله س... یا صبر بر بندگی و اطاعت خداوند هست آه. یا صبر از گناه هست و در برابر معصیت حالا بین بزرگان بین این که کدوم مهمتر هست و ارزش بیشتری داره بحث دارن بعضی میگن برای مصیبت سخت بعضی میگن تاعت و بندگی ولی بیشتر بین دوتای آخر یکی تاعت و بندگی خدا را به جا آوردن دلست. و یکی در برابر گناه و معصیت. این دو تا سب خیلی ارزش دارن آره ولی ارزش خصوصا آخری چون گناه کرده انسان دل انسان میخواد اون چیزی رو انجام بده وقتی میل و دروری انسان به سوی کشش بو کاره ولی در برابر خداوند که میگه خدا به من گفته این کار رو نکن استادگی میکنه در برابر و کاف و مقاومت میکنه ممکنه خیلی سخت از بقیه باشه برای همین میگن ارزش بالاتری هم داره همه قسم سوم ولی بله ما میخوایم یه حدیث رو از یک دید دیگه نگاه کنیم خب این رو بررسی میکنیم صبر بر مصیبت خب غم اندو سراغ هر خانواده متاسفانه خواهد آمد و این رو نمیتونیم هم بگیریم ام. چون تقدیر الهی قضا و قدر ام ام. الهی بر اون تعلق گرفته و این رو انسان خوبه بگه, بگه بر حکمت خدا بیده یعنی رضایم به رضای خداست چون حکمت خدا بری تعلق گرفته و من در این مشکل مصیبت برای من آمده من صبر میکنم این او صبر کردن در اینجا ممکنه بگه من نه جزا میکنم اون مصیبت وارد شده بخوایم نخوایم اون مصیبت باقی هست ولی بله. بله اینجا اگه صبر کنیم باعث میشه که انسان اجر و داشته باشه خانم اصلا زده یک سوال دارم من اینجا یکی مثلا میگه مثلا بر یک خانواده یک عزیز خود حدس داده اینا مثلا ما میگیم صبر کنین نه؟ یعنی چی باید بکنن یعنی گیریه نکنن جیغ نزنن مثلا چی چی باید نکنن خیلی نکته خوبی شد یعنی من این رو با یک حدیثی از امام علی سلام در حکمت 291 مم. بیان میکنم که داستانی هست که میفرماین به صورت دلداری بیان شده که یک فردی بوده که باعث شده فرزند خودش رو از دست بده خب این در نهج و براغا اومده حتما مطالعه بکنم من همش به صورت گسترده نمیگم خلاصه ای از رو میگم میگن از با... باعث شده در مرگ فرزند خودش گریه کنه جزا و, و کنه بکنه ناراحتی کنه خب از دست دادن فرزند بهش امام علی علیه السلام چی فرمودن اینجا فرمودن اش است اگر برای از دست دادن فرزندت اندوهگین باشید واقعا لازمه چون حق پدری داری اون مهر و محبتی آتگه. بین شما بوده خب به جا آوردی حق پدری به جا آوردی خب در حد گیره کردن و ناراحت بودن پس مضمون نیست خب. میگن اگه برای فرزن... دست دادن فرزندت ان... به خاطر این ناراحت باشی که به تقدیر الهی راضی نباشی یعنی چیزی که خدا برای رقم زده راضی نباشی ام. و نتانی سب کنی باعث میشه که چیکار بشه از گنهکاران باشی آه. یعنی که مثلا علاوه بر که گیریه و جزا و فضا میکنه مثلا زبان باز کنه به ای که چرا تو شد چرا, چرا این بلا سر ما آمد؟ بلا سر ما چرا آمد؟ فرزند ما فوت کرد؟ آه. چرا از بین همش جزا و فضا کنه به حکمت و تقدیر و قضا و قدر الهی راضی نباشه این رو گفتن از گناهکارانه آه. و اگه برعکس هرچی بلا و مصیبت است در سر است و نمی از میگه پایی که خود ناشکریه این ناشکریه ناشکری. خب حال برکه برعکس باشه همین قضیه اگه سب کنه بر قضا و قدر الهی و زبانشو بر ناشکری هم باز نکنه اینجا گفتن باعث میشه که خداوند به تو پاداش بده ام. یعنی پاداش رو گفتن بر تقدیر الهی راضی بودی و باعث میشه که خداوند به تو پاداش نایت کنه خب میگن درسته که پسرت اگر وقتی به دنیا آمد تو رو شاد کرد در طول زندگی تو رو شاد نگه میداشت ولی الان هم یک امتحانیه بله اینو باید در نظر بگیریم امتحان یک بگیر. هست یک حکمتی هست, یک حکمتی هست. خب این رو ما میگیم که او چیزی هست که خود تقدیر الهی راضی بودن هست مم. ما در بین معصومین علیه السلام خیلی نمونه هایی رو داریم مم. تنها اینجا نیست مثلا که حضرت علی علیه السلام سفارش کردن خود معصومین علیه السلام امام علی علیه السلام حضرت فاطمه زهرا برای وفات پیامبر صبر کردن بله بله حتی حضرت علی علیه السلام به فاصله چند روز باید شد همسر خودشون حضرت فاطمه زهرا را دست بدن باز هم صبر کردن راضی بودن به رضای, رضای خداوند خدا. از همه مهمتر حضرت زینب کبرا در صحنه آشورا روز آشورا چندین تا از عزیزان خودشون رو از دست دادم ولی ام. باز هم جزا و فضا نکردن بله. ناشکری خداوند رو بکنن ام. همه چیز بود رضای خدا بود در اون ما در این حد میگیم درست. که برای نااندوهگین بودن و این لازم هست خوشیدن و مثلا اینها یک احترامیه این مشکل ما این چون خصوصا او رابطه عاطفیه بله ولی بله. بله مهم این است که ناشکری نکنیم زبان به گله و گل همین یه شکایت ها و ای که کاش که مثلا به جای زو خدایا مرا میگرفتی و نمیفهم اصلا. از تو گپایی که به هر حال وقتا خب خانم اصلا زدار گاهی مثلا یک نفر هست که خب در زیر فشار سختی ها و مشکلات است از روی زبان هم تو میگنی از روی قلب او چطور میشه باز این دیگه به دیگه خدا خودش میفهمه دیگه او خدا خودش به نیتش آگاه هست ولی سعی کنه انسان ولی سعی کنه انسان همون به زبان هم جاری نکنه. آه. چون ما داریم که وقتی انسان به زبان چیزی رو جاری کنه بعدا در قلب و عمل او هم ظاهر میشه چهار دقیقه بیزیادتر فرصت نداریم خب آخری شما میگن صبر بر طاعت هست که امروز طاعت و بندگی واقعا بین اه. افراد کم شده مثلا جوری شده که وقتی میگیم حتی این دست کودکی هم در ما هست وقتی پدر و مادر امر میکنن به ما هنوز تکلیف الهی بر ما واجب نشده یک امر و نهی میکنن ممکنه بهشون مثلا بهانه بیارن فرزندان نه همچین که انجام نمیدی باز که بزرگتر میشن تکلیف الهی هم همه ممکنه بر طاعت الهی صبر نداشته باشند برای انسان سخت باشه نماز خواندن به خصوص نماز صبح بله یا روزه گرفتن روزهای آه. تابستان بله. خب اینها ولی در اگه صبر باشه به خاطر چی ما میگیم صبر کنه برای طاعت الهی به خاطر که تقدیر او خوب رقم میخونه به خاطری که رشد میکنه انسان به خاطری که هدایت میشه انسان این از اهدافی است که برای صبر انسان لازم و ضروری هست آه. یه چیز دیگه هم هست میگن که ما الان نمازها رو میخونم چت دیده باشین اولادهای هستن که میگن من نماز میخونم بله نماز زور و عصر و مغرب و اشار رو من میخونم بله. همین نماز صبح برای از سخته نمیشه قضایی بکنم خب ولی ما به کودک خود, خود اولاد خود, خود این رو بیان کنیم درست سخت سبر سخت این مش... مشقت داره صبح از خواب بله ولی به خاطر خدا این رو انجام دی خدا برای تو اجر و پاداش قرار میده و خدا باعث میشه که کمک تو کنه در جاهایی که مثلا برای مشکلات اینا سراغ تو میهن. یعنی به بخوایم توجیه کنیم آقلانه برای این منطقی بیان کنیم اینا رو و سختی رو از همون جمعه میتونیم عادت بدیم حتی از نماز صبح خواندن و هیچ وقت ما نمیگیم که در تربیت فرزند هم داریم هیچ وقت بر طاعت اجبار نکنیم چون اگه اجبار کردیم باعث میشه اولاد ما دل زده بشه بله. سمت اون نره و جوری کنیم که این خودی رو لذت ببره از اون بله. از اون نماز خوندنی که برای صبح میشه لذت ببره و حس کنه که خداوند در طول روز هم. به این کمک و عنایت میکنه خب مسائل دیگه هم که هست که ما کجاها صبر کنیم خب اول گفتیم در مسیحیت صبر بله. کنیم در مصیبت صبر کنیم و در گناه صبر کنیم ولی جای دیگه هم انسان صبر رو میتونه چیز کنه در زندگی روزمره ما زیاد هست بله. زمانی که میخوایم به هدفی برسیم این انسان رو خیلی صبور میکنه همون مواردی هست که در مشکلات سختگیری انسان رو بالا میبره امه. خب زمانی که حالا میگیم ممکنه این کجای هدف داشته ام. باشه من ای که میرون بس مثلا ممکنه به اداره بروم یا در خانه ولی هدفم اینه که اگه من میرون به اداره اگه رئیسمه به من حرفی زد من سب کردم به خاطر اینه که اگه سب نکنم در جلوی از ساچو ممکنه که از من از, از... کار بیکار کنه و نا... مثلا نانخور دارم ازار ام. تا مشکلات دیگه خب به خاطر این هدف من سب میکنم آه. و اون سب کردن هم برای انسان راحت میشه ولی یا در خانه مثلا به مشکل پیش آمده بین زن و مرد در خانه ام. خب اینج زن و شوهر به خاطر چی به خاطر که زندگی میخوان بنیان خانواده رو نگه دارن بقید. هدفی دارن برای تربیت فرزند اینج صبر میکنن پس این از جاهایی است که انسان رو رشد میده ام. ای مطلب دیگه هم که در آخر ما میتونیم بگیم با انسان عجین شده صبر کردن این رو باید انسان در خود پیاده کنه چون سختی ها همیشه هست بله ما, ما حتی داریم که خداوند متعال میفرمایند ما انسان رو در سختی آفریدیم سوره بله آیه بله، چهار بله. انسان رو در سختی, سختی آفریدیم و در عجین شده پس در من نوعی طوری نیست که من بگم که نه من شرایط خود تغییر بدم اگه من مهاجرت کنم ممکن سختی های من کمتر بشه و همون کسایی که مثلا مهاجرت کردن ممکن الان ما در شهر خود زندگی میکنیم امنیت نداشته باشیم آه. اقتصاد خراب داشته باشیم شغل خوبی نداشته باشیم نان خوبی نداشته باشیم بخوریم ولی مهاجرت کنیم همه اینها رو داشته باشیم خب ولی باز هم سختی ها هست الان مثل افرادی هستن که بله. دارن زندگی میکنن در اروپا در جاهای دیگه بله بله. میگن ما مشکلات داریم خب دقیقا بسیار عالی از نکاتی هست که در جلسات آینده به بحث میکنم بسیار تشکر لطف کردین خسته نباشین مانده نباشین و از حضور بیننده های عزیزم که تا این لحظه همراه ما بودن از شما هم تشکر میکنم برنامه رو زیبا کنین هر روز همین ساعت بیننده برنامه روشنا باشین و به حال موضوعات مختلفی تقدیم شما میشه که امیدواریم که در زندگی بهترین استفاده ها را از او ببرین با اتفاق کارشناس محترم برنامه حضور شما از آن می میکنیم و از آن به وقت کابل هم هست امیدوار هستم که از این لحظات ملکوتی بالاترین استفاده را ببرین خدا نگهدارتن سال